سیاه خوب موقعیت بازی که استقلال میتونه بفته روی دروازه به توی دروازه گل برای استقلال علی سامره و اولین بازی رسمی خودش دو تا گلام خیلی قشنگ بود و یه پاس گلم به داریوش یزدانی دادن سه گل یه پاس گل نمایش فوق‌العاده سامره تو اولین بازیش دو تاش سانت از چپ و راست بود یه دونه نوازی بود فکر می‌کنم نوازی محمد نوازی خوب میفرسته توپ روی دروازه سامره و توی دروازه چه میکنین علی سامره در تیم استقلال یه بازی پر اتفاق شروع بکنیم 28 مرداد 79 دو تا استقلال جلوی هم قرار گرفتن فکری به جناح راست باز هم فرصت یک در میسره قشنگ هاشمی نصب و گل تساوی اینجا تثبیت میشه اولین گل مهدی هاشمی نصب با لباس استقلال به استقلال رشت فرسیاد برمیگرده خوب گل میکنه در گل قشنگ و استثنایی از محمود فکری محمود فکری هم یه گلی زد که هیچ دوربینی نتونست بگیره فکری اکبرپور دادایی داده اینا که این دو توپ یا دفاع که از طرف بازیکن اضافه میشن بس این فضاها واقعا خالیه نتیجه 3-1 به سود استقلال هست گل به سود استقلال توپ از خط عبور کرده خب مثل اینکه بالاخره مومنزاده گل زد درون محوطه جریمه مومنزاده و گل دوم او احمد مومنزاده برای استقلال بعد از خیلی مدت گل زد دو تا هم زد بازیکنی که همیشه خوب بازی میکرد ولی خب سخت گل میزد یه ضربه بلند از میر محمدی هادی طباطبایی به نظر رسید خطایی روی او صورت دادن و در یه لحظه هم سایپا میره و گل اول این مسابقه رو به نام خودش در اثر تعلل خط دفاعی استقلال محمد سلطانی تو دهانه یه دروازه و گل دوم برای سایپا به همین راحتی به دست میاد این بار بهنام ابوالقاسم پور گل دوم رو برای تیم سایپا میزنه استقلال بسیار بی نظم آشفته بی میل و بی انگیزه است علیوف خاص برای فرهاد مجیدی فرصت برای بازیکن های استقلال برای باز کردن دروازه تیم سایپا و سامره این دروازه رو باز میکنه سامره حالا یک گل برای استقلال میزنه تا استقلال فاصلش رو کمتر بکنه یه دروازه به هر شکل خطر مسلمی از تیم سایپا و گل برای استقلال بهمن طهماسبی گل تیم استقلال رو میزنه تا موقتاً استقلال رو از یک شکست رهایی ببخشونه خب هجوم های استقلال در شکل نتیجه رو 2-2 کرد یعنی همون بازی سایپا در مقابل پیروزی در حقیقت اینجا برای استقلال تکرار شد این داربی علاوه بر حساسیتی همیشگی داربی و رقابت نزدیک دو تیم تو جدول رده‌بندی حساسیتی ویژه دیگه هم داشت اونم حضور مهدی هاشمی نسب شاخص‌ترین بازیکن چند داربی اخیر تو اردوی تیم رقیب بود هاشمی نسب مدافع توسط پوریدری تو نوک حمله قرار گرفت و فقط تمرکزش رو گلزنی باشه بازی پربخور دو تیم تو نیم اول گلی نداشت تو نیمه دوم هر تیم یه گل زد و بازی تا دقایق انتهایی با همین نتیجه دنبال شد تا تو 10 دقیقه پایانی استقلال با ضربه بازیکنی که همه نگاه ها به اون بود یعنی مهدی هاشمی نسب به گل برسه
این گل با واکنش‌های احساسی اون همراه شد، ولی این پایان کار نبود. پرسپولیس با ضربه علی کریمی موفق به گلزنی شد تا عابدزاده که روز خوبی رو پشت سر نذاشته بود بیشتر از همه خوشحال باشه. آخر داربی هم که میدونید داستان دعوای پرویز برومند و پایان رفعت، نوازی، حمید استیلی، مهدی تارتار و کلی درگیری و زد خورد دیگه.